قسم که همه ما و شما شاهد هستیم، انیسا جان جایزه لقب بهترین یا قهرمان اطلاع رسانی شد در بین 30 کشور یا در بین 30 تنه که از طرف گزارشگران بودن مرز بود. ما خواستیم یک خبرنگار یا کارمند رسانه در زمانی که زنده است قدردانی بکنیم. متاسفانه یک فرهنگ خیلی بد است که همیش وقتی که ما کسی را از دست میتیم، یک عزیز خود را از دست میتیم، بعدا برش یادبود میگیریم. با مو دلیل خواستیم یک جمع خیلی دوستانه با هم گرده هم یک جا بشینیم، از انیسا بشنویم، از قصایش بشنویم یک چقدر شجاعانه کار کرده در یک دهه پسین، از دغدغه‌هایش بشنویم، از خاطرات خوبش از جریان گزارش‌دهی از ویروس کرونا بشنویم. بیش از 10 سالی است که من در افغانستان کار خبرنگاری میکنم، اما هیچ وقت به این فکر نبودم که من فلان گزارش را به خاطر فلان جایزه باید تهیه کنم. اما وقتی که این لقب به من دادن، احساس مسئولیت بیشتر میکنم. فکر میکنم که مسئولیتایم زیاد شده، باید بیشتر دقت کنم، باید بیشتر کار کنم و باید بیشتر تلاش کنم، و چون فکر میکنم که توقع زیاد است و ای ادامه خواد داشت. ما هیچ وقت به این فکر نکردیم که ما یک روز خبرنگار نباشم. که اگه خبرنگار نباشم، میگم شاید دیگه من نفس کشیدن نتونم، بسیار برام سخت خواهد بود.